روز دوشنبه به دنبال اعلام تصمیم وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل مبنی بر حذف نام مجاهدین خلق ایران از لیست سیاه تروریستی اتحادیه، موج عظیم و کم نظیری از بازتاب این خبر مهمترین مطبوعات و رسانه‌های خبری در سطح جهان را در بر گرفت. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا که در بروکسل تشکیل جلسه دادند یک تصمیم برای حذف نام مجاهدین خلق ایران از لیست سیاه ترور را بلافاصله مورد تصویب قرار دادند. به این وسیله به یک نبرد حقوقی طولانی خاتمه داده شد. دادگاه عدالت اروپا مستقر در لوکزامبورگ در ماه گذشته حکم داده بود که اتحادیه اروپا در گنجاندن نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی اشتباه کرده و با ارائه ندادن دلیل این نامگذاری حقوق این سازمان را نقض نموده است. این سومین حکم از این نوع بود که توسط دادگاه عدالت اروپا صادر شده بود. بلافاصله خبرگزاری رویتر نیز اعلام کرد شورای وزیران اتحادیه اروپا در جلسه خود به طور نهایی توافق کردند که نام سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون اصلی رژیم ایران را از لیست گروه‌های ممنوعه حذف نمایند. سازمان مجاهدین خلق ایران همان سازمانی است که در سال 2002 فعالیت‌های مخفی هسته‌ای رژیم ایران را برای اولین بار در سطح جهان افشا کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران از زمان شاه فعالیت خود را آغاز کرد. حامیان بین‌المللی این سازمان در ماه‌های اخیر مکرراً اتحادیه اروپا را به تلاش برای حفظ نام مجاهدین در لیست تروریستی به منظور مماشات با رژیم ایران متهم می‌کردند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به اعلام این خبر که در صدر همه خبرهای جهان قرار گرفته بود پرداخت و اعلام کرد که اتحادیه اروپا علاوه بر تصمیم به خارج کردن نام سازمان اپوزیسیون ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا، تصمیم به برداشتن ممنوعیت از روی سرمایه‌های آن نیز گرفته است. آسوشیتد پرس افزود این اقدامی است که موجب سخت‌تر شدن رابطه این اتحادیه با تهران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خواهد شد و افزود این اولین باری است که سازمانی از سوی اتحادیه اروپا از لیست خارج می‌شود. نام این سازمان از سال 2002 در لیست قرار داده شد، اما این سازمان اقدام به یک نبرد حقوقی طولانی در دادگاه‌های اروپایی نمود تا از لیست خارج شود. چندین حکم دادگاه‌های اروپایی به نفع این سازمان صادر شد. آنها چنین نتیجه گرفتند که اتحادیه اروپا در توزیع علت مسدود نمودن سرمایه‌های این سازمان شکست خورده است. آسوشیتد پرس در ادامه افزود مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت تصمیم روز دوشنبه باعث در هم شکستن سیاست معاشات اروپا در قبال رژیم ایران گردید. خانم رجوی در پیام خود گفت این برچسب بزرگترین کمک به ماندگاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران بوده است. رژیم ایران از هیچ فشار سیاسی و دیپلماتیک برای حذف مجاهدین در لیست دریغ نکرد. خانم مریم رجوی گفت سازمان او اکنون روی خارج شدن از لیست تروریستی آمریکا متمرکز خواهد بود. متعاقب پخش این خبر در همان اولین ساعت تلویزیون یورو نیوز گزارش کرد حذف نام سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا یکی از دو موضوع کلیدی بود که شورای وزیران در اجلاس خود در بروکسل به آن پرداخت. وزیران خارجه توافق کردند نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه خارج کنند. مجاهدین در سال 2002 برنامه مخفی هسته‌ای رژیم ایران را افشا کردند. هواداران این سازمان بارها اتحادیه اروپا را متهم کرده بودند که با نگه داشتن نام این سازمان در لیست تروریستی قصد استمالت از رژیم تهران را دارد. Ce sont les Moudjahidines du peuple qui ont révélé en 2002 le programme nucléaire iranien.